با مجموع خبری ساعت 10 سلو و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. نافذ شدن قانون اساسی دوره ظاهرشاه از سوی وزارت عدلیه. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید این قانون موقتی است. کچه تو کن موارد قانون که دست مو چه اغاد شریعت او دی حنفی که قصر پچکر که اونو بیا قانون نفیزی اغا موارد ننفیزی. صدور دو مجوز از سوی امریکا برای سرگیری کار بانک جهانی، سودمندی آن تنها برای مردم عام گفته شده. دیدی جوازونو پا اساس باندې دغه ادارې کولای سي چې د افغانستان د مالی سیستم یا بانکی سکتور له لارې انتقالات هم وکړي. تریبیون خالی نماینده افغانستان در سازمان ملل. منافع ملی و حفظ کرسی افغانستان در سازمان ملل دلیل انصراف از سخنرانی نماینده افغانستان گفته شده. تقاضا برای سفیر نو و برای سخنرانی مدتش بسیار کوتاه بود. و انتقال بجا شدگان به ولایت‌هایشان توسط وزارت مهاجری. من بهرام امان هستم. وزارت عدلیه اعلام کرده که قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان به گونه موقت نافذ خواهد شد. سرپرست وزارت عدلیه می افزاید که به قوانین و اسناد بین المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد احترام می گذارند. اسوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید این قانون تا زمان ایجاد قانون تازه نافذ خواهد بود. سرپرست وزیر وزارت عدلیه در دیدار با سفیر چین در کابل گفته است که قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه شاه پیشین افغانستان را به گونه موقت نافذ می نمایند. امارت اسلامی قانون اساسی دوران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین را برای دوره موقت بدون محتوا که با شریعت اسلامی فقه و اصول امارت اسلامی در تضاد باشد تطبیق خواهد کرد. علاوه بر این قوانین و آلات بین المللی که با اصول شریعت و امارت اسلامی در تعارض نباشد نیز مورد احترام قرار می گیرد. قانون اساسی زمان حکومت محمد ظاهرشاه 11 فصل و 128 ماده دارد. با این حال دیدگاه ها درباره قانون اساسی حکومت محمد ظاهرشاه گوناگون هستند. ظاهرشاه قانون سر یو قید لگیدلی ده چې هغه قانون به نافذیږي، خو که چېرته کوم موارد په هغې قانون کې داسې و چې هغه د شریعت او د حنفي فقې سره په ټکر کې و، نو بیا هغه قانون نافذیږي، هغه موارد نه نافذیږي. قانون اساسی دوره ظاهرشاه با تناقضات مواجه است. در کنار اینکه حاکمیت را از آن مردم میداند، اما تمثیل کننده این حاکمیت را پادشاه اعلان میکنه. در کنار اینکه تک مذهبی بودن این قانون با تنوعات موجود افغانستان سازگاری نداره و نمیتواند انسجام و وحدت لازم را به وجود بیاره. منابع میگویند که نافذ شدن قانون اساسی زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه بارها از سوی امارت اسلامی در گفتگوهای میان افغانان در دوحه نیز مطرح شده بود. بخش خزانداری امریکا با صدور دو مجوز زمینه های اثرگیری کار بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و نهادهای خیریه دیگر را در افغانستان فراهم می سازد. مسئولان پیشین وزارت مالیه می گویند در تصمیم اخیر بخش خزانداری امریکا درباره افغانستان آمده نهادهای خیریه و کمک رسان به افغانستان تنها برای برنامه های کار کرده می توانند که سودمندی های آن به مردم عام برسد. مجوزهای تازه برای آغاز به کار نهادهای خیریه، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه اسلامی در افغانستان. در بخشی از این مجوز آمده است که این نهادها در افغانستان پروژه‌های را عملی ساخته می‌توانند که مردم عام از آنها بهره‌مند شوند و این پروژه‌ها در چارچوب برنامه‌های بشردوستانه در کشور عملی شوند. اول جواز که بشری مرستی دی چې هغه رسیدلی سی او دغه ادارو ته اجازه ده چې حتی د افغانستان ادارو سره کار وکړي تر څو دغه کومکونه عام خلکو ته ورسیږي. در بخش دیگری از این مجوز خزانه‌داری امریکا برای کار نهادهای خیریه در افغانستان آمده است که برای بهبود کشاورزی در کشور پروژه‌های رشد کشاورزی و رشد بازرگانی در کشور عملی شوند. مسئولان پیشین وزارت مالیه میگویند که اکنون نیاز است که حکومت کنونی محدودیت های پرداخت های بانک ها را در کشور برطرف کنند تا نهادهای کمک رسان
با اطمینان پولهایشان را از راه بانک ها به افغانستان واریز کنند. دیدی جوازونو په اساس باندې دغه ادارې کولای شي چې د افغانستان د مالی سیستم یا بانکی سکتور لاره انتقالات هم وکړي بهر نه داخل ته. مردم افغانستان بسیار د مشکلات فوق العاده اقتصادی قرار دارن و در فاجعه و فقر است. از این لحاظ در صورتی که این سازمان ها کمک میکنن، در حقیقت ما میتونیم امید باشه برای از اینکه افغانستان تا اندازه بتونه از این دایره فقر تا اندازه بیرون بکنه پای خودم از دایره فاجعه. پیش از این در نشست جلب کمک های بشر دوستانه سازمان ملل، کشورهای عضو این سازمان متحد به پرداخت بیش از 1,200,000,000 دلار برای افغانستان شده است. شماره از آگاهان میگویند که برای هزینه این کمک ها در افغانستان نیاز است که نهادهای معتبر مالی جهان کارهایشان را از سر گیرند تا افزای کنونی اقتصادی بهبود یابد. نمایندگی همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که از بهر منافع ملی و حفظ کرسی افغانستان در سازمان ملل از ایراد بیانیه در نشست سالانه مجمعه عمومی این سازمان انصراف داده. در رشته تویت های که از آدرس نمایندگی همیشگی افغانستان در سازمان ملل پخش شدند، به ارائه جزئیات بیشتر گفته شده که برای ادامه همکاری های دراز مدت افغانستان با سازمان ملل متحد این تصمیم گرفته شده. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که نمایندگی همیشگی دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد از فهرست سخنرانان مجمع عمومی این سازمان حذف شده. غلام محمد اساقزی نماینده همیشگی پیشین افغانستان در سازمان ملل که پیش از نشست مجمع عمومی این سازمان خواهان شرکت و سخنرانی در این مجمع شده بود، از سخنرانی انصراف داد. نمایندگی همیشگی افغانستان به خاطر حفظ منافع ملی، حفظ کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد و به منظور ادامه همکاری‌های درازمدت با سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت روی مسائل اساسی از ایراد بیانیه افغانستان در مجمع عمومی انصراف نمود. نمایندگی دائمی با حفظ کرسی طبق معمول فعالیت‌ها و کار خیش را ادامه می‌دهد. قرار اطلاعاتی که ما داریم آقای اطمر و آقای استانکزای با طالبان در تماسند و همین ترتیب با پاکستان در تماسند، شاید پاکستان از این طریق اعمال نفوذ کرده باشه که آقای اسحاق‌زی در مجمع عمومی شرکت نکند، با آنکه آقای اسحاق‌زی خودش پیشنهاد داده بود که می‌خواهد در مجمع عمومی به عنوان نماینده افغانستان شرکت کند. حکومت تازه سهیل شاهین را همچون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل معرفی کرد و خواهان سخنرانی امیرخان متقی وزیر خارجه در مجمع عمومی سازمان ملل شد. خواستی که سوی سازمان ملل پذیرفته نشد. تقاضا برای سفیر نو و برای سخنرانی مدتش بسیار کوتاه بود. دیگه ای که به مکتوب وزیر خارجه سفیر مقرر نمیشد. رئیس جمهور، پادشاه و یا خلیفه مسلمین باید است که او کاغذ امضا میکرد و او به حیث سفیر قبول میشد. سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که نماینده همیشگی افغانستان را به رسمیت میشناسد و خواست آقای اسحاق‌زی برای سخنرانی در مجمع عمومی این سازمان را پذیرفته بود. در افغانستان سر و ظلم دید. کم شرایط چه خارجه نشد. دوی پا افغانستان که والی چی؟ په افغانستان کې د دوی په طبیعت حکومت راشي. موږ امریکایانو ته ماته افغانان ورکړې ده، غربیانو ته یې ماته ورکړې ده، غربیان یې پسې اخیستې دي. موجوده سرپرسته ادارې ته هم پکار ده چې د افغانستان او نړۍ سره د تحمل لاره د هېواد د لوړو ګټو لپاره ضروري وګڼي. غلام محمد اساقزی در 4 جوزای سال روان خورشیدی از سوی حکومت پیشین همچون نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد گماشته شد. او پیش از این در نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد به نمایندگی از افغانستان حضور داشت و به تندی از حکومت تازه افغانستان انتقاد کرده بود. وزارت مهاجرین گفته کسانی که از ولایت‌های کشور به کابل آواره شدند به جاهای اصلیشان انتقال خواهند یافت. رئیس امور مهاجرین در کابل می‌افزاید که برای هر خانواده‌ای که به خانه‌هایشان برمیگردند 10,000 افغانی مقدار مواد خوراکی و سوخت داده می‌شود. در این حال شمار از بجا شدگانی که در اردوگاه آزادی در سرای شمالی کابل بود و باج دارند می‌گویند که در اوضاع دشوار به سر می‌برند. 6 ماه پیش این مرد با خانوادهش از ولایت کاپیسا به کابل آواره شد. او میگوید که 4 ماه در یک خانه کرایه‌ای زندگی میکرد.
اما دیگر توان پرداخت کرایه خانه را نداشت. از همین رو دو ماه پیش با خانواده‌اش اینجا در کمپ آزادی در سرای شمالی کابل آمد. این دو تا بچه ما مریض است. چیزی نداریم، دختر ما یک بچه، یک دختر ما مریض است، خانم ما مریض است دیگه. پیسه نداریم که پیش دکتر ببریم. واسه من نمیرسه، کسی کمکم نمیکنه که ما ببریم جلوی دکتر. در این اردوگاه صدها خانواده زندگی میکنند. خانواده هایی که میگویند با رسیدن فصل سرما آسیب پذیری آنان بیشتر خواهد شد. اون سر شو سه به ما کمپل و کارت به ما خوراکا به کارت یه قوشتوک داریم سه ما 30 قوشتوک دارم 30 تا فامیل دارم زن ما نگران قوشتوک هستیم طفلک هستیم که در زیر باران در خانگی چطور میکنند واقعا حیاتشون در خطر است. از سوی هم برخی از نهادهای مددرسان نیز از آمدن فصل سرما و بیچارگی بجا شدگان نگرانند. ما باید تلاش کنیم تا زندگی آسیب دیدگان را در زمستان نجات دهیم. بسیاری از مردم در آستانه نابودی هستند و آنان دسترسی به غذا ندارند. آنان نمی توانند سرمایه را که تا 6 هفته آینده خواهد رسید تحمل کنند. کودکان این آوارگان از آموزش محروم هستند. آنان برای سرگرمیشان نیز جای مسئول و بهداشتی ندارند. منگل مکتب پاتی، لدرس پاتی، لتامیل تعلیم پاتی، منگل وسایانده بسنگ سی. در اینجا بیشتر آوارگان از ولایت های کشور به علت جنگ آواره شدند. اما در میان آنان خانواده های توهی دست هم هستند که از کابل به اینجا مسکن گزین شدند تا کمک دریافت کنند. کم خلده در دوره زیرازی او مزیگر خپل کورو تزی در کابل خلق دی. چکم خلده تا اوسی که دری ورزی سلو رزی دری سلو پیری او که زی ورزی زداغی مخنوه نشم کابله. اما این مقام ریاست امور مهاجرین در کابل میگوید که روند برگشت بجا شدگان با کمک نهادهای مددرسان به اجرا گذاشته شده است. بعضی موسسات است که سهولت ترانسپورت اونا بعضی ما گرفتن که کرای موتره اونا میتن و بعضی موسسات است که مواد خوراکی میتن. بعضی موسسات است که پیسی نقد میتن. اما این آوارگان میگویند که با سرد شدن هوا چالش های آنان افزایش مییابد و ممکن است فاجعه انسانی رخ دهد. مسئولان گمرک اسلام قلعه ایراد گفتند که 40% کارمندان این گمرک در حکومت پیشین دوباره به کار برگشتند. به گفته آنان بسیاری از کارمندان بخش فنی گمرک اسلام قلعه به کار برگشتند و تمام سیستم های گمرکی در این گذرگاه بازرگانی دوباره فعال شدند. نصیر احمد صالحی گزارش می دهد. حمیدالله محمدی در بخش فنی دروازه خروجی گمرک اسلام قلعه کار می کند. او 3 سال می شود که این بخش را مدیریت می کند. محمدی پس از سقوط حکومت پیشین دوباره به کارش برگشته است. نمی خواهیم که وطن ما به طرف نابادی برفت، می خواهیم کشور ما آباد شود. به او خاطر به جوانان ضرورت داره. جوانای تحصیل کرده ما باید بیان به کار خود ادامه بدن. این وطن به ما ضرورت داره. به این معنا نیست که حکومت تغییر کرد، شرایط تغییر کرد، وطن ما از بین رفت. حمیدالله محمدی 11 سال در بخش های گوناگون وزارت مالیه کار کرده است. او میگوید سیستم های گمرکی به کارمندان فنی نیاز دارد و باید به جوانان تحصیل کرده فرصت بیشتری داده شود. قبلا نامی سیستم بود، یک سیستم بین المللی، سیستم اسیکودا که اکثریت کشورهای جهان در بخش گمرکات خود از این سیستم کار میکنن. این وطن ما هست مثل که زمانی گذشتم کار میکنیم، الان هم به جان دل اجرای وظیفه هستیم، میخواهیم که وظیفه خود اجرا کنیم. مسئولان گمرک اسلام قلعه میگویند که 40% کارمندان این گمرک دوباره به کارشان برگشتند. آنان از دیگر کارمندان نیز میخواهند که به کار برگردند. د پخوا کارمندان په سل کې 40% ان شاء الله اوس هم د پخوا کارمندان دلته زموږ سره دي او خپل چارې ښه په اطمینان سره پر مخ وړي او په سل کې 40% زموږ سابقه مجاهدین دي چې هم په ګمرکاتو کې کارونه کړي دي او د کار سره ولاړ دي. با اینکه امارت اسلامی افغانستان از کارمندان حکومت پیشین خواسته است که دوباره به کارشان برگردند، اما دیده می شود که بیشتر کارمندان بلند پایه نهادهای حکومتی در هرات از کارشان برکنار شدند و افراد امارت اسلامی افغانستان در این اداره ها جابجا شدند. ادامه خبر ده پس از وقفه کوتاه.
در کمتر از 50 روز اخیر فعالیت های 7 رادیو و 1 تلویزیون محلی در ولایت کندز متوقف شدند. مسئولان این رسانه ها می گویند که پس از سقوط حکومت پیشین اوضاع اقتصادی این رسانه ها بدتر شدند و به همین علت فعالیت هایشان را متوقف کردند. هم اکنون 3 رادیو و 2 تلویزیون محلی در کندز از 6 تا 8 ساعت نشرات دارند. اما مقام های محلی کندز اطمینان می دهند که هیچ تهدید در برابر رسانه ها نخواهد بود. پس از سقوط حکومت پیشین بیشتر رسانه های محلی در ولایت کندز با چالش های اقتصادی روبرو شدند. مسئولان رسانه های محلی در این ولایت میگویند که آنان به علت کمبود بودجه مجبور شدند که فعالیت های 7 رادیو و 1 تلویزیون محلی در این ولایت را متوقف بسازند. قسمی که ما نشرات سابقه داشتیم فعلا همون نشرات آغاز کردیم. لیکن این امکان نداره که ایره ما تا آخر این رقم نشرات داده بتانیم، چون اعلان نیست، کار نیست، معاش مامورین است. فعلا امارت اسلامی د دوی نمونگ حمایکی او نمونگ سره کوم همکاری لري، فقط دوی چې نشرات او نشرات خود سه مفت نه کی چرته د تلویزیون د رادیو د داس کوم د ماجد د سپیکر نه چې مثلا مونږ په برق باندې وچره ودی د مثال کارمندان غواړي، معاش غواړي، نور خوراک غواړي. از سوی هم با متوقف شدن این رسانه ها در کندز ده ها خبرنگار نیز بیکار شدند. از همین رو آنان میگن با چالش های فراوان اقتصادی رو برو هستند. کاروبار نشته من خود دقا کار کو نماش هیچ نشته من فیلن دلتا دست دقا کار کو رایگان کار کو در سوی دری مشکی گیم ده دست رایگان کار کو کسی اعلانات نمیده از پانتونای خصوصی بگویم اینا هم درسایشان محصلینشان کم شده از خاطر اعلانات نمیده. بعضی مسائل دیگه ای که هم کارمندان تلویزیون کم شده و هم کارمندان رسانه‌ای و طبقه اوناس خو به کلی دیده نمیشه. تمام رسانه ها در حالت سقوط است و یک عده‌اش هم سقوط کرده و نشراتشان مسدود میباشه و ما خود ما هم به طور رایگان در این روزا کار و فعالیت خود پیش میبریم، رایگان کار میکنیم و اگر روان چنین ادامه بیاوه و امکانات نباشه دیگه ما هم ناگزیر هستیم که همی خبرنگاری و همی بخش رسانه را ترک کنیم. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که از هنگام سقوط حکومت پیشین تا اکنون از میان 10 رادیوی محلی 3 رادیوی آن در کندز فعالیت دارند و نیز 1 تلویزیون محلی به علت بحران اقتصادی فعالیت هایش را در این ولایت متوقف کرده است. همچنان وقفه. شورای پناهندگان ناروی گفته که در زمستان امسال بیش از 20 میلیون تن در افغانستان به کمک های بیدرنگ انسان دوستانه نیاز دارند. دبیر این شورا هشدار میداد که اگر به افغانستان کمک های بیدرنگ انسان دوستانه انجام نشود فاجعه انسانی رو خواهد داد. اصوی همشمار از کارگران در پایتخت گفتند به علت ناداری و بیکاری با چالش های فراوان اقتصادی روبرو هستند. وسایل کاریش را برداشته است و در انتظار پیدا کردن کار است. در میان آنان کسانی نیز هستند که از یک ماه بدین سو برایشان کار پیدا نشده و روزانه با دست های خالی به خانه هایشان برمیگردند. این مردم چاوکی که مال می جاست پیسی چای صبح ندارن بیچارهشان. شاوکی در خانه چی رقم کنید؟ والا از حکومت سقوط شده یک ماه دو کار نکردیم. امارات اسلامی که اومده دیام کار نکردیم، یعنی بیکار هستیم. میایم تا 12 یک بجه میباشیم پس میریم خانه. فقر و تنگ دستی این خانواده 20 نفری را نیز با دشواری های روبرو ساخته است. پا مسلمانی باور و که در غرمی روژه لاله مجلو رو دخش در سخت حالات سر مخی بس چه دشپی و چه تیرو؟ چه دشپی که و چه و کلنده و در چه و سر گوله روژه خورو بس دخم گزاره ده. کس مجبور نباشه دستش در پیش کس دراز نمی کنه بیاد، در ما مجبور هستیم، باید که در ما توجه شد و باید که یک ذره زندگی ما خوب شد. از سوی دیگر شورای پناهندگان ناروی هشدار می دهد که افغانستان در اوضاع دشوار اقتصادی قرار گرفته. یک شمار بزرگ از مردم این کشور که نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند، یعنی نزدیک به 20 میلیون تن، به کمک های بیدرنگ در این زمستان نیاز دارند.
در حال حاضر تنخواه برای آموزگاران، نرس‌ها، پزشکان، کارمندان آبرسانی و حتی برای کسانی که زباله‌ها را جمع می‌کنند وجود ندارد. پیش از این برنامه غذایی جهانی سازمان ملل متحد هشدار داده بود که اگر کمک‌های بی‌درنگ انسان دوستانه به افغانستان انجام نشوند، تا زمستان پیش رو میزان ناداری و فقر تا 90% افزایش خواهد یافت. ادامه خبر ده پس از درنگ کوتاه. خشکسالی های امسال باغهای انار ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار را سخت زیانمند ساخته است. مسئولان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری کندهار می گویند در حدود یک سال اخیر به علت نبردها و خشکسالی ها بیش از 2500 جیری باغ انار تنها در ولسوالی ارغنداب زیانمند شدند. صدیق قلا باغدار در ولسوالی ارغنداب سرگرم قطع کردن شاخچه ها و درختان خشکیده انار در این باغ است. وی میگوید که در این باغ 50 درخت یا زیانمند شدند و یا هم خشکیدند. از مش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وسولله او انونه پشکی کې ومشتلله ترایوبم بار وکي انو دغه سي شرایط پیش ولله نو تاوانونه موږ ګرد خلکو ته ورسولله. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگویند که در یک سال گذشته بیش از 400 هزار درخت انار در ولسوالی ارغنداب زیانمند شدند. درود اغالی خلقو ته سخت توان ورسیدی او پدی شک نسته چې سر د اصول څخه هم بیا پاتسول پروش کال پنیمی اصول کی پاتسول سش کال د پر اصول څخه درود اغاړ ووتله. شماره از باغداران این ولسوالی میگویند که در حال حاضر سخت به کمک های حکومت نیاز دارند، در غیر آن با مشکلات مالی جدی روبرو خواهند شد. تقریبا یو درخت په 15 کال په 14 کال باندې حاصلات ته رسیږي او بیا هغه د بین زوړي نو هغه بیا په دغه عمر بیا و حاصلات ته برابرېږي نو بیا ډیر ټیم پر چیرېږي. کورونه چیر سول د چا د باغو دیوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځینې جوړ کړې و هغه ټوله ونړېدل په بارونه باندې وسول. شماره از باغداران ولایت کندهار میگویند که ادامه مشکلات کنونی در سال آینده نیز آنان را به بهبود درآمدها و باغهایشان امیدوار نمیسازد. آنان میگویند که در حال حاضر بخش بزرگ از انار این باغها برابر با معیارهای بازارهای جهانی نیستند. در اخیر همین که شما را از شهروندان کشور از آنچه ادامه محدودیت بر برداشتن پول از بانک ها می دانند سخت انتقاد دارند. برخ از آنان که از ولایت های دیگر کشور به کابل آمدند می گویند با آنکه روزها انتظار کشیدند اما تا کنون موفق نشدند که مبلغ تعیین شده یعنی 20 هزار افغانی را به دست بیاورند. در همین حال کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید روند داد و ستد در بانک ها به زودی عادی خواهد شد. و به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. تا درود بدرود، شب بر همه شما خوش.